مروری می‌کنیم بر سرخط مهمترین رویدادهای این ساعت. شایعه 13 صفر چه بود؟ هجوم بی سابقه شهروندان به طلا فروشی‌ها برای خرید طلا. کشته شدن یکی دیگر از نزدیکان خامنه‌ای توسط پهپادهای اسرائیلی. دستور به تعطیلی کارخانجات به دلیل قطع برق، اما برق پایانه‌های مرزی برای موکب‌های اربعین تأمین است. به ایران دیلی خوش آمدید. شایعه 13 صفر چه بود؟ هجوم بی سابقه شهروندان به طلا فروشی‌ها برای خرید طلا. در ایران روز یک شنبه 18 مرداد مصادف با 13 ماه صفر بازار خرید طلا رونق گرفت. تعدادی از طلا فروشی‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی تصاویری را منتشر کردند که برخی از شهروندان برای خرید طلا در مقابل طلا فروشی‌ها صف کشیدند. گزارش‌های میدانی حاکی از شلوغی طلافروشی‌ها در تهران، مشهد، تبریز، شیراز و ساری بود و چندین عکس و ویدئو در این ارتباط منتشر شد. برخی منابع این رویداد را ناشی از شایعه و خرافات ارزیابی کرده و برخی آن را ترفند بی‌رحمانه طلافروشی‌ها نامیدند. اگه تا حالا 13 صفر طلا نخریدی این ویدیو رو ببین. این پست مخصوص اونایی که میخوان سال بعد این موقع مامان بشن. 13 صفر یعنی 28 مرداد، حتما یه تیک از وسیله سیسمونی کوچولو تو بگید. هجوم برخی شهروندان به طلا فروشی ها برای خرید طلا، آن هم در ماه صفر، در حالی صورت می گیرد که اتفاقا سنتی های مذهبی و خرافاتی ها بر این باورند که خرید طلا و جواهر در ماه محرم و صفر شگون ندارد و خوشیمن نیست. وضعیت هجوم به طلا فروشی ها به اندازه عجیب بود که فعالان بازار طلا نیز به آن واکنش نشان دادند. در همین ارتباط محمد کشتی آرای، نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر، روز دوشنبه 29 مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت در پی انتشار محتوای فضای مجازی درباره اینکه خرید هر مقدار طلا در روز 13 صفر خوشیمن است و به اصطلاح شگون دارد، روز یکشنبه شاهد صف طویل خرید طلا بودیم و بازار بسیار شلوغ بود. در سالهای گذشته مطلقاً چنین چیزی در بازار طلا دیده نمی‌شد و این میزان تقاضا برای خرید طلا در روز 13 صفر تنها به دلیل تأثیر محتوای فضای مجازی بر روی مردم است. وی تأکید کرد فارغ از اینکه این باور درست است یا غلط، این میزان اثرگذاری فضای مجازی بر روی رفتار و باور مردم قابل تأمل است که چرا تبلیغات و محتوای فضای مجازی این گونه رفتار مردم را تغییر می‌دهد. این تقاضای قابل توجه برای خرید طلا در حالی بود که در سالهای گذشته چنین رسم و رسومی را در بین مردم ندیده بودیم و باید بررسی شود چگونه فضای مجازی توانسته بر باورها و اعتقادات مردم چنین اثری بگذارد. برخی وبسایت‌ها که اخبار و گزارش‌های ظاهراً جدی اقتصادی را پوشش می‌دهند نیز حتی تحلیل کردند که در 13 صفر طلا بخریم یا نه. هرچند برخی تحلیلگران خرید طلا توسط شهروندان را نشانه های از بهبود وضعیت اقتصادی ارزیابی می کنند، اما بعضی دیگر معتقدند خروج پول از بانک ها توسط مردم عادی و تبدیل آن به دلار یا فلزات گرانبها به دلیل ترس آنها از بدتر شدن وضعیت اقتصادی است. بر اساس گزارش‌های میدانی، تحت تأثیر شرایط بد کشور و نگرانی از درگیری و بی‌ارزش‌تر شدن ریال، بسیاری از مردم ترجیح دادند پولشان را از بانک خارج کنند و آن را تبدیل به دلار یا طلا کنند. همین وضعیت در بورس نیز اتفاق افتاد و خیلی از سهامداران پس از ترور اسماعیل هنیه و تهدید جمهوری اسلامی به انتقام با سقوط شدید بازار سرمایه در صف فروش قرار گرفتند. پدرام سلطانی، کارشناس اقتصادی، در واکنش به هجوم برخی شهروندان برای خرید طلا می گوید
شایعه کرده بودند انگار که اگه 13 سفر طلا بخری پولدار میشی. بعد ملت واقعا هجوم برده بودند سمت بازار طلا. این رو باور نکردم تا یکی از دوستانم تو بازار طلا تایید کرد که بازار به شدت شلوغ بوده. این شایعه چرا سالهای قبل نبود؟ محمد کشتی آرای نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در بخش دیگری از مصاحبه خود با اینا صف بستن شهروندان برای خرید طلا را بسیار تعجب آور دانست و گفت معتقدم این اقدام و این رویه یک مبارزه دینی است و هر تشکیلاتی که با هر نیتی با انتشار این محتوا در فضای مجازی و شبکه اجتماعی که در روز 13 صفر باید یک تکه طلا خریداری کرد میتواند در حوزه‌های دیگر هم چنین اثری را بر باور مردم بگذارد. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ماست. عجب باور عجیب و عجب اتفاق نادری آقای غیبی، از آشفتگی بازار طلا و ازدحامی که دیشب و دیروز صورت گرفته بیشتر شما بشنوید. بله، خب اتفاقاتی از این دست فقط میتونه در کشورهای جهان سومی و کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته شکل بده، رخ بده. ولی چیزی که اتفاق افتاد برمیگرده به چند روز قبل که یک موجی شروع شد و یک اون توالی که داشت و شبکه ها و محورهایی که مد نظر قرار داد به نظر میرسید یک موج سازمان یافته است، از بلاگرها گرفته تا بلاگرهای خب به روز و سانتیمانت حالا امروزی تا اونهایی که مذهبی هستن، یک جریانی رو راهبری کردن مبنی بر اینکه در یک روز خاص خرید طلا میتونه خب خوشیون باشه، به ثروت برسون اونها رو، و تمام اینها باعث شد تا مردم دیروز در جلوی طلا فروشی ها اقدام تشکیل صف های طولانی مدت بکنند. من در بازار تهران که صحبت هایی داشتم با برخی از فعالان تا نیمه شب هم مشغول کار بودن، بس برخی از طلا فروشی ها نوبت میدادن، بسیاری در پیجای اینستاگرامی خودشون اعلام کرده بودن که مشتری به صورت حضوری دیگه مراجعه نکنه و یک آشفتگی شکل گرفته بود. فقط هم مختص به یک شهر خاص نبود، در تهران و سایر شهرها هم این اتفاق رخ داده بود، از مشهد و تبریز گرفته تا اصفهان این یک فراگیری داشت در تمام شهرها. در تهران مخصوصا در بازار یک مقدار معضل هم شده بود، تردد و فعالیت سایر اصناف رو هم دیروز مختل کرده بود اون هجومی که برای خرید طلا داشت و مردم فارغ از این که نیاز دارند یا ندارن و اصلا چه چیزی میخوان بخرن، فقط میخواستن یک طلایی رو دیروز خریداری بکنن. اتفاقاتی از این دست چه پیامی داره؟ جامعه به شدت یک اتفاق خطرناکی افتاده و پیامی که به ما میده اینه که جامعه به شدت داره تأثیر میپذیره از بلاگرهای شبکه‌های اجتماعی، عمدتاً هم فاقد دانش و آگاهی در حوزه‌هایی هستن که دارن اظهار نظر میکنن و صرفاً در قبال دریافت پول یک کالایی رو، یک خدماتی رو تبلیغ میکنن که یک موزلی هست، مخصوصاً در حوزه پزشکی و در اقتصاد هم این اتفاق داره رخ میده. اما اینکه چرا مردم استقبال میکنن؟ به باور من بحث اصلی و دلیل اصلی اینه که اقتصاد ایران در شرایطی قرار داره که مردم ترس از دست دادن دارایی هاشون رو دارن. شرایط اقتصادی مردم به جایی رسیدی که تلاش میکنن دارایی خودشون رو شاید بتونن افزایش بدن. شاید بسیاری از اونهایی که این خرافه رو دیروز شنیدن و به بازار طلا رفتن هم خودشون میدونستن این یک نوع خرافات هست و همچین اتفاق قرار نیست بیفته، اما باز یک احتمالی میدادن که اتفاقی بیفته، شاید این یک ریشه واقعی داشته باشه و این خرافات شاید یک بار به واقعیت تبدیل بشه و این اقدام رو انجام دادن که دلیل اصلیش همون فقریه که داره هر روز گسترده تر میشه، همون کاهش قدرت خرید مردمه، کاهش ارزش دارایی های نقدی مردمه و مردم دارن تلاش میکنن به هر شکل ممکن دارایی خودشون رو تبدیل کنن به یک کالای با ارزش. چه ثبت نام 3 میلیون نفر برای قرعه کشی 120 هزار خودرو چه در حوزه طلا. سرهنگ احمد رضا افشاری، افسر نیروی هوافضای سپاه، در حمله پهپادی در سوریه کشته شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد یکی از افسران نیروی هوافضا بر اثر جراحات ناشی از یک حمله هوایی در سوریه جان باخته است.
تهران ادعا می‌کند که این حمله توسط ائتلاف به رهبری آمریکا انجام شده است. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در پیامی که خبرگزاری‌های ایران منتشر کردند، احمد رضا افشاری را از متخصصان صنعت هوافضای سپاه در سوریه معرفی کرد که بر اثر جراحات ناشی از بمباران هوایی کشته شده است. مقام‌های حکومتی و رسانه‌های جمهوری اسلامی از اعضای سپاه پاسداران که در سوریه فعالیت می‌کنند با عنوان مستشار یاد می‌کنند، اما بیشتر آنها عضو نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران هستند و نقش اساسی در فعال نگه داشتن گروه‌های نیابتی وابسته به ایران دارند. حسین سلامی در پیام تسلیت خود اعلام کرده که احمد رضا افشاری در جریان حمله نیروهای ائتلاف به سوریه که در نیمه نخست مرداد انجام شد، مجروح و برای انجام اقدامات درمانی به ایران منتقل شد، اما به دلیل شدت جراحات روز پنج شنبه جان باخت. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا پیشتر از کشته شدن پنج شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه بر اثر یک حمله پهپادی در استان دیرالزور خبر داده بود. خبرگزاری فرانسه نیز با استناد به این گزارش اعلام کرد که در این حمله یک خودرو حامل گروه‌های شبه نظامی در مرز عراق با سوریه مورد هدف قرار گرفت و خبرگزاری رویترز نیز در گزارش جداگانه به نقل از دو منبع امنیتی کشته شدن پنج تن در این حمله را تایید کرد. محل این حادثه شرق استان دیرالزور اعلام شد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حضور پررنگی در آنجا دارند و تا کنون بارها توسط آمریکا یا اسرائیل مورد هدف قرار گرفتند، اما تا کنون هیچ کدام از کشورهای یاد شده مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اسرائیل به ندرت حملات خود به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تایید می کند. حمله پهپادی به نیروهای مورد حمایت ایران در پی حمله پهپادی به پایگاه ائتلاف بین المللی در خراب و جیر در نزدیکی حسکه در شمال شرق سوریه رخ داد که طی آن چند سرباز آمریکایی و ائتلاف مجروح شدند. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه در بیش از یک دهه گذشته، نیروهای نیابتی ایران و حزب الله لبنان در حمایت از بشار اسد در سوریه مشغول جنگ هستند. اسرائیل نیز صدها حمله به مقر این نیروها انجام داده است. حمله هوایی منصوب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در روز 13 فروردین نمونه ای از این حملات است که به کشته شدن شماری از نیروهای نظامی ایران از جمله محمد رضا زاهدی از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انجامید. ایران به تلافی این حمله نیمه شب 25 فروردین حملات پهپادی و موشکی بی‌سابقه‌ای را به خاک اسرائیل انجام داد. تنش‌های منطقه‌ای که پیشتر با جنگ اسرائیل و حماس در غزه تشدید شده بود، از دهم مرداد و در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، در جریان سفرش به تهران وارد فاز تازه‌ای شد. گروه حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. از آن زمان جمهوری اسلامی ایران به شکل مداوم تهدید به اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل را تکرار می کند و آمریکا می گوید انتظار دارد ایران از حمله نظامی احتمالی به اسرائیل در واکنش به ترور اسماعیل هنیه دست بردارد. دستور به تعطیلی کارخانجات به دلیل قطع برق، اما برق پایانه‌های مرزی برای موکب‌های اربعین تأمین است. بر اساس آمار شرکت مدیریت شبکه برق، روز شنبه 27 مرداد میزان مصرف برق نسبت به سال گذشته بیش از 13,000 مگاوات افزایش نشان می‌دهد. با این حال نمی‌بایست شهرها در خاموشی فرو روند، اما برق بخش خانگی و صنایع در بسیاری از شهرها به دلیل کمبود برق با قطع طولانی روبروست و خاموشی حتی به بیمارستان‌ها هم رسیده است. قطع برق و آب زندگی عادی مردم و فعالیت اصناف مختلف را مختل کرده است.
ویدیوهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد به علت قطع برق خمیر آرد نانوایی‌ها در نقاط مختلف ایران از بین رفته و قابل استفاده نیست و نانوایان مجبور شدند آن را دور بریزند. در شرایطی که به علت کمبود آرد نانوایی‌ها سهمیه دریافت می‌کنند، خراب شدن خمیر برای آنها ضرر سنگینی محسوب می‌شود. به وجه داره برق نانا آگه دستگاه شما که برگ باری بچه ها اطلاع ندی ملتا این که آرد چونک نیمائی ویدی شبا ده تروپشکو بین تروپشک مجید اسماعیل؟ مجید بابا تسو تاکی بار روش یا پا دردنو بیا این آردی که بدردنو سر صبح ساعت نو اللہ کشی هوا گرم بی برگ باری هوا هم چاری چون هوا آبری هیچ گرم نه بهشتی هوایی آقای دربار گزی لطف کن اول اطلاع بده برای اطلاع شما هر مارکی نگی. در ارتباط با دور ریختن خمیر نانوایی ها با قطع ناگهانی برق، محمد جواد کرمی رئیس پیشین اتحادیه نانهای فانتزی تهران 28 مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت زمانی که به آرد آب و خمیر مایع اضافه می شود امکان نگهداری آن از بین می رود و باید حتما پخته و به نان تبدیل شود. بنابراین وقتی خمیر داخل دستگاه خمیرگیر است باید برش بخورد و وارد مرحله پخت شود، اما با قطع برق دیگر امکان تبدیل خمیر به نان وجود ندارد چون خمیر ترش می شود و باید دور ریخته شود و مانند گندم و آرد نیست که بتوان آن را تا مدت ها نگه داشت. قطع برق همچنین شیفت شب کارخانجات داخل شهرک‌های صنعتی را تعطیل کرده است. به گفته رئیس شورای هماهنگ شهرک‌های صنعتی سراسر کشور، از مدیران همه کارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده که از هفته صبح تا هفته شب به مدت 2 هفته به علت کمبود برق کارخانه‌ها را تعطیل کنند. رئیس شورای هماهنگ شهرک‌های صنعتی سراسر کشور با انتشار پیامک اطلاع رسانی شرکت برق استان تهران در شبکه ایکس نوشت اسب زین شده دولت مرحوم رئیسی شیفت شب کارخانجات شهرک‌های صنعتی استان تهران را تعطیل کرد. بر اساس ابلاغی برق شهرک‌های صنعتی از 18:30 تا 10 شب قطع می‌شود. مهدی بستانچی اضافه کرد آقای دولت چه کسی خسارت تولید کننده را می‌پردازد؟ دولت خسارت تولید کننده را از حساب بیمه و مالیات کم می‌کند. کارخانجات صنعتی مشهد نیز به دلیل عدم تأمین برق به مدت 2 هفته تعطیل شده است. در همین ارتباط وبسایت جماران 27 مرداد به نقل از محمد بحرینیان صنعتگر نوشت از مدیران همه کارخانجات صنعتی مشهد خواسته شده که از هفته صبح تا هفته شب به مدت 2 هفته به علت کمبود برق کارخانه ها را تعطیل کنند. بحرینیان ضمن انتقاد از این شیوه تنظیم ساعت تعطیلی کارخانه تأکید کرد که حتی نمیتوان کار را دو شیفته کرد. وی با تأکید بر اینکه چنین تصمیماتی صدمه جدی به تولید صنعتی در کشور میزند افزود هیچ از خود نمی‌پرسند که با چنین بخشنامه‌هایی جریمه دیرکرد قراردادهای امضا شده تولید قطعات چگونه باید پرداخت شود. اگر ما به دیگر صنایع به موقع قطعات را ارسال نکنیم آنها چگونه کار خود را در این مدت انجام خواهند داد؟ این زیان‌های ناشی از تعطیلی چگونه باید جبران شود؟ این صنعتگر اضافه کرد چنین تصمیمی حتی در دوره جنگ نیز سابقه نداشته است. در همین ارتباط روزنامه دنیای اقتصاد 29 مرداد به نقل از مدیر عامل کرمان موتور نوشت قطعی مکرر برق تولید خودرو را مختل کرده است. سامان فیروزی با اشاره به اختلال در تولید اتومبیل به دنبال قطع مکرر برق از برنامه جبرانی افزایش تولید در نیمه دوم سال خبر داد. وی گفت به علت قطعی مکرر برق شاهد کاهش و یا توقف تولید در شرکت‌های قطع سازی هستیم و به دنبال آن این شرکت‌ها با مشکلات تولید و اولویت بندی در تحویل قطعات به خودروسازان مواجه شدند.
روزهای گرم تابستان و قطع برق مشکلات و آسیب پذیری این منطقه و کارخانه را افزایش می‌دهد و از این رو خطوط تولید کرمان موتور نیز با آسیب‌های بیشتری روبرو می‌شود. در این میان در حالی که قطع گسترده برق در شهرهای مختلف ایران وضعیت تولید صنایع، کارخانجات و نیز زندگی مردم عادی را مختل کرده، اعلام شده که برق پایانه‌های مرزی برای موکب‌های راهپیمایی اربعین به صورت پایدار تأمین می‌شود. در این ارتباط مدیر عامل توانیر در 27 مرداد به خبرگزاری مهر گفت تأمین برق مواکب راهپیمایی اربعین در داخل کشور و طول مسیر تا پایانه‌های مرزی کشور به صورت پایدار وجود دارد. وی افزود اکیپ‌های صنعت برق از سراسر کشور وظیفه تأمین برق پایدار مواکب اربعین در مسیرهای منتهی به راهپیمایی زائران اربعین در داخل کشور را بر عهده دارند. سپاس از اینکه تا انتهای این برنامه همراه ما بودید. تا دیداری دیگر، بدرود.